ببینید که ابراز دوستی و دیگران چطور در تداوم رابطه میتونه مؤثر باشه. فرض کنید در فضای اجتماعی کشور ما اقوام مختلف که الحمدلله این یک پتانسیل و یک توانایی بسیار خوب است برای آینده کشور، برای ساخت کشور. فرض کنید یک نفر هزاره است با یک نفر تاجیک دوست میشه، اگر در جمع افرادی که از او قوم هستن امیر ابراز کنه من دوستانی دارم از قومیت تاجیک، یک نفر تاجیک است دوست ازبک دارم، ابراز کنه که من دوستانی دارم که ازبک هستن، یک نفر ازبک است ابراز کنه دوستانی دارم که اینها پشتون هستن. و ببینید وقتی ابراز میکنی یعنی دیگران تو را در مقام مدافع و دوستان تعریف میکنن، یعنی من به عنوان مثلا یک هزاره مدافع دوستان تاجیک خود هستم، یک تاجیک وقتی من تاجیک هستم من مدافع دوستان ازبک از خود هستم و من یک ازبک هستم مدافع دوستان پشتون از خود هستم و هیچ کس دیگه نمیتونه که به دوستان از من تعرضی بکنه. اگه چنین باشه و در فضای جامعه و کم همنی هستن، ما بسیار زیاد داریم که اینها نه که دوست اتا بلاد خانوادگی ازدواج انجام دادن و به هم نزدیک هستن از مذاهب مختلف اسلامی از اقوام مختلف و دوست از مکه از قومیت دیگه است از مذهب دیگه است، بدانه که امنیت او سلامت او و زیستن او برای ما مهم است، ای که او بهره خوبی از دنیا داشته باشه برای من مهم است. و من به عنوان دوست که در روایات هم داشتم که دوست از برادر هم نزدیکتر است، از خواهر از اعضای خانواده هم نزدیکتر است، من میخوام که ما و دوست ما که من ابراز هم کردم که این فرد با این مشخصات دوست ما هست یا این افراد، چون یک نفر هم نیست، دوستان ما میتونن بسیار زیاد متفاوت باشن، در چنین فضایی گمان نمی کنید که احتمالاً او دشمنان ملت ما نتانند که اختلاف بیندازن یا نتانند آسیب بزنن؟ ما دوستانی هستیم از اقوام مختلف از مذاهب مختلف که به وسیله ابراز دوستیمان به دیگران میفهمانیم که این پیوندهای بین ما پیوندهای مستحکم است. این چیزی که ما به عنوان یک جامعه داریم، این درست است که به خاطر اتفاقات و دخالتهایی که رخ داده آسیبهای دیدیم، اما زنجیره به هم پیوسته دوستی ما در خلل